شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل نخستین پادشاه صفویه در سال 892 هجری قمری یعنی در اواخر قرن نهم هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند، چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود، تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان، 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند، 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم، کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه، حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند، سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی
تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه سیخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند، به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خون ریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است، گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوانهایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخمها و خراشها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست. پس از آن درون زخمها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان، پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توامان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 سالی حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها سه خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد. اما در قرن دهم هجری ایران احتمالاً مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی
در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه اولاً هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیاً دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه اینکه در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگتر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشنتری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش ها. اینکه قزلباش ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی دانست.